حالا چاق شدن فرق میکنه با گرسنه شدن. گرسنه شدن سه تا علت داره. یکی عادته، صبح میگه هر روز صبح صبحونه خوردی یه ساعت گذشته صبحونت کور، یا نهار وقت نهار میخوردی 20-30 سال نهار خوردی مغزت میگه نهارت کور، یا یکی اینه، یکی عادت، یکی مقدار پر شدن معده است که وقتی که معده خالیه انسان احساس گرسنگی میکنه، یکی مواد غذایی که یکیش مخصوصا قنده در خون وقتی که پایین میاد آدم در مغزش احساس گرسنگی میکنه. سه تا فیزیولوژی داره گرسنگی، 1, 2, 3. حالا افرادی که چاقن، چهارمین علت گرسنگی بهش ایجاد شده. افرادی که چاقن و از غذا خوردن چاقن، علتش اینه که اینها ناراحتی اعصاب دارن و برای اینکه ناراحتی اعصابشون از بین ببرن باید خودشونو یک جایزه به خودشون بدن. بهترین جایزه که مخصوصا زنای شوهردار که شوهرشون دیر میاد خونه یا وضعش خرابه یا به زندگیشون بالا پایین میره، اینا میپرن شیرینی میخورن، شکلات، شکلات شیرین. حالا شکلات سیاه رو من مخالف نیستم، اونم به دلایلش براتون گفتم، موقع خوردنش هم گفتم، ولی اینها چهارمین ناراحتی غذاخوری که در آدمای چاق اتفاق میفته، خالی شدن از اعصاب، راحت شدن از اعصاب خرابه. یه فشار که به اعصابشون میاد بعد به خودشون یه جایزه بدن. بهترین جایزه‌ای که میدن چیه؟ توسط غذا خوردن دهنه. در نتیجه اینا یواش 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 چاق میشن. حالا سوال این خانم بود راجع به قرص. قرصایی که برای لاغری ساخته شده چند جوره؟ یه ده از قرصا رو ساختن که مستقیما در مغز کار میکنه و نمیذاره مغز احساس گرسنگی بکنه. یک، من اینو معمولا به افرادی میگم بخورن که عادت خیلی زیاد به پرخوریشون مغزیه. یکی اینه. یکی افرادی که این در آمریکا خیلی میس اندرستندینگ بود، یعنی خیلی در آمریکا اشتباه شده بود درش. یکی این که میگفتن به مردم سالاد بخور چاق نمیشی. خب اکثر مردم آمریکا چیکار کردن؟ شروع کردن غذا رو تا اینجا خوردن، بعد از اینجا تا مغز روش سالاد میخوردن. میگفتن تلویزیونا، دکترا میگن سالاد بخور چاق نمیشی. همچین چیزی وجود خارجی نداره. اگر این حرف درست بود، گاو چاق نمیشد، شتر گنده نمیشد، فیل، اینا همه سالاد میخورن، اینا گنده نمی شدن. علت این که میگن سالاد بخورید چاق نمیشید، میگن سالاد رو جای غذا بخورید، یا سالاد بخورید که غذا کم بخورید. ولی این در آمریکا کاملا میس اندرستندینگ شده بود و من یه علت چاق شدن آمریکایی‌ها رو سر این موضوع میدونم که تلویزیون ها و دکترا غلط میگفتن در تلویزیون. من اینو 12 سال پیش گفتم تو رادیو ایرانی، من مسخره میکردم، میگفتن دکتر مزایری میگه گاو سالاد میخوره و گاو هم چاقه. نفهمیدن من چی میگم. شما هر چیزی که زیاد بخوری چاق میشی. روزی 1 تن 100 کیلو پنیر بخور چاق میشی، روزی 100 کیلو سیب زمینی بخور چاق میشی. غذا رو باید به اندازه خورد. زیادی از اندازه است که خدا انسان رو طبیعی میکنه و چاق میکنه. خب اونهایی که عادت به ناراحتی اعصاب دارن و یه چیزی میخورن که خودشونو به جایزه بدن به خودشون، اینا هم چاق میشن. حالا اونهایی که به مرور زمان زیاد خوردن و معدهشون بزرگ شده، مثل چمدونی که من گفتم هرچی بزرگتره بیشتر لباس میگیره و معده وقتی که پر شد فشار میاره به نروهاییست که به مغز میگه پر شدم، اینا احساس سیری میکنن. هرچی معده دلروده بزرگتر باشه انسان بیشتر میخوره. برنچه اینا افرادی هستن که ممکنم هست 3 بار در هفته در روز بخورن، مثل شهرام، صبح و ظهر و شب، ولی زیادتر از حد معمولی بخورن. حالا شهرام زیادتر از حد معمولی نمیخوره، به نظر من میخوره یه خورده، برای همین هم هست که یه خورده چاق. زیادتر از حد این افراد با اون افرادی که عادت دارن فرق میکنه، با افرادی که مغزشون تحت فشاره و میخورن که ناراحتی فشارشون بره فرق میکنه. اینا افرادی هستن 3 دفعه بیشتر در روز نمیخورن، یا 1 دفعه
فقط یه دفعه در روز میخورن ولی اینقدر زیاد میخورن که چاقن. خب چند جور شد؟ یکی عادت مغزی شد، یکی بزرگ بودن معده شد، یکی دیگه هم هست که به نظر من خیلی مهمه. چیه؟ تنبلیه. بیشتر از اون که میسوزونن میخورن. اون کاری که میکنن، فرض کن مثلا 2000 کالری در روز لازم داره، اینا 2300 کالری میخورن. خب اون 300 کالری چیکار میکنه؟ اون 300 کالری چیکار میکنه؟ اون 300 کالری تبدیل میشه به دنبه، تبدیل میشه به چربی، چاق میشن. و هیکل زیبای قشنگ، مخصوصا در خانوما که هیکل زیبا یکی از نعمتهای الهیه، اونو خراب میکنه. پس چی شد؟ مغزی شد، پرخوری شد، اعصاب شد، ورزش شد. یه چاقی دیگه هم هست، اون چاقی علتش هورمونه. خانمهایی که دائما قرص ضد حاملگی میخورن یا دواهایی میخورن که مال دپرشن و ایناست، اینا دواهایی که بدن رو تنبل میکنه، یا هورمونهایی که آب بدن رو زیاد میکنه، مثل کورتیزون آب بدن زیاد میکنه، یا هورمون تایروید که کم میشه، سوخت بدن پایین میاد، مقدار تعداد مدفوع پایین میاد، اینا چاق میشن. خب قرصا رو برای این ساختن. اونهایی که از مغز گرسنه میشن قرصی میخورن که در مغز استاپ میکنه احساس گرسنگیشون. اون قرص من چیکار میکنه؟ قرص من دو کار میکنه، یکی انرژی سیستم بدنی رو میبره بالا، یکی جذب چربی رو کم میکنه که تعداد مقدار چربی با مدفوع زیاد بشه و مدفوع زیادتر بکنن. پس قرصی که میگن قرص دکتر مزاری، قرص دکتر مزاری از ریشه، از شیره چیه؟ چای سبز. حالا اونایی که میخوان لاغر بشن قرص من رو نمیخوان بخرن، قربونتون برم، روزی 2 لیتر چای سبز بخورید. فعالیت سلولا رو بالا میبره و چیز میکنه. بعضی هم اصلا نمیتونن در ابتدا چای سبز بخورن، باید یواش یواش شروع کنن و مخلوط کنن با چای سیاه. پس من قرصا رو گفتم. یه قرصایی هم هست که میدن برای دایت که انرژی سیستم بدن بالا میبره، اینا به فعالیت میفتن. این قرصایی که بهش میگن هایپر، اینا رو شهرام از من بهتر میدونه. این هایپرها، قرصای هایپرهایی که در آمریکا قدغنه، ولی مگر اینکه با نسخه بدن، اینها سلولهای بدن رو به کار میندازه و این 300 کالری که گفتم اضافه میخورن میسوزونن. ولی به نظر من و به تجربه من بهترین کار اینه که انسان عادت بده خودشو با غذاش میوه و سبزیجات بخوره. افرادی که مخصوصا پیرن، میوه خوردن خیلی مهمه، برای اینکه تمام ویتامینایی که لازم داره میده و تمام و باعث میشه که انزیم داره که جذب غذا براشو بهتر بشه و غذا رو رد میکنه که تو روده نمونه. من براتون گفتم هر 5 کیلویی که شما وزنتون بالاست، در حدود 1 کیلو مدفوع در بدنتون دارید. یک آدمی که 50 کیلو وزنش بالاست میتونه تا 10 کیلو، یعنی یه دونه توالت، مستراح بهش میگن، در ایران میگن مستراح، یه دونه توالت تو شکمش داره. 10 کیلو آدم مدفوع تو شکمش داشته باشه، یا خدای بزرگ، 10 کیلو. خب این غلطه دیگه عزیزم. انسان باید وزنش میزون باشه، یعنی حد اقل مدفوع رو تو شکم نگه داره و مقداری غذا بخوره که لازم داره بسوزونه. اگر انسان دل رودش رو کم بکنه و به مغزش بگه عادت بنداز دور و همون 3 وعده رو، 4 وعده که غذا میخوره کم بخوره، تو نلبکی بخوره، با میوه بخوره، با نصف نلبکی رو سبزیجات و میوه‌جات بذاره، نصف یا غذا بخوره، 4 بار بخوره، 5 بار بخوره، بهتر از اینه که 1 بار بخوره و خیلی زیاد بخوره و سلولای بدنش رو تنبل بکنه با 1 بار خوردن. برای همینی گفتم که این دکتر عزیزم از ایران زنگ زد، جعبه که ورمو به کرمو باز کرد، جعبه کرمو باز کرد، مسئله
انگلیسیه. در آمریکا میگن برای اینکه در اینجا اینقدر بعضیا وقت دارن، ماها که نداریم، ماها جزء